بسم الله الرحمن الرحیم. محسنین عزیز، ما شما فرمه بیسی را به اساس باب های 21, 22, 23 را کار کردیم و در اونجا در باب 21, 22 و 23 را هم درج نمودیم. حالا می خواهیم کینی با ادامه امو درس، اصلا امو درس 19 ما، ای هم امو خانپوری و کار عملی بالای فرمه بی سه که هستن، که یعنی بودیجه که منظور شده یا بودیجه که پیشنهاد شده به اساس باب، ما در اینجا در روی کامپیوتر براتان کار خواهید کرد. شما اینی ریکار را مو کرسر ما سر هر ستون که هستن ما تیر میکنم و شما خوب صحیح متوجه باشیم. محصلین عزیز، اینی فرمی که هستن اصلا امی مکمل، اینی فرم شکل و ساختار فرمی بی سی هستن. در این فرم ستونهای اول که هستن، اینی فرم وقتی که شما اینی مبلغا را نوشته میکنین، اینی مبلغا را که شما میبینین که یک لک از دو لک هستن، سه لک هستن، چهار لک افغانی و پنج لک افغانی که هستن، در اینجا گفتیم که اینی اعداد و ارقام که هستن به اساس 1000 افغانی، اینی افغانی هستن، ما منظور ما از افغانی هستن نه دلار. خب میایم ستون دوم ما، ستون دوم ما که هستن کرسر ببخشین محسنین عزیز کرسر اینه ستون دوم ما که هستن مجموع بودیجه تقاضا شده به اساس باب، اما بودیجه که شما تقاضا دارین به اساس باب، کدام باب؟ باب باید مشخص باشد. باب بیشتر ما نوشته کردیم روی تخته تان که 21, 22, 23, 24 و 25. خب اینی باب که هستن، بعدن اینی مجموعی تقاضا شده به اساس باب، اینی ستون که هستن، ما یک حقیقی پلان شده تقاضا و تخمین شده، میتونیم که تخمین شده را ما هم برای 2 سال، برای 1 سال ما میتونیم که ای را تخمین نماییم. خب مجموع تمام پروگرام ها مبدا میاین، اصل بحث در فرمی بی سی که هستن از اینجا شروع میشوند، از این مجموع تمام پروگرام ها، یعنی تو در 1 سال که هستن چقدر پروگرام ها داری که تو را انجام دهی، یعنی در سال 1400 تو روان هستی، در جریان هستی، پلان داری، تقاضا داری، پلان شدید برای سال 1400 کدام هستند، تقاضایت برای 1402 چقدر هستند و تخمینی که برای 1403 و 1404 که داری کدام هستند. خب اینجا امیاییم اول مجموع بودیجه انکشافی تا دو مفدا هستند، به دو بخش تقسیم میکنیم بودیجه خود را، که بودیجه انکشافی ما دو، بودیجه عادی ما. محصلین عزیز، اول باب 21 اینجا آمدیم، پایین مبدع شماره 2 21. 21 ما مزد و معاشات هستن، 22 ما اجناس و خدمات هستن، 23 ما تکتانه و یا تادیه قروز هستن، 24 ما سبسیدی یا کمک های بلعیواز و مصارف اجتماعی هستن و 25 ما کسب دارویی ها هستن. محصلین عزیز، خب آمدیم در این قسمت ما در بودیجه انکشافی ما که هستن، مثلا ما 1 لک افغانی، 2 لک افغانی، 3 لک افغانی، 4 لک افغانی، 5 لک افغانی، بودیجه عادی ما 2 لک افغانی ما داریم که پیشتر کار کردیم روی عملا، 3 لک افغانی،
سه لکه بانی، چهار لکه بانی، پنج لکه بانی. این است دو لکه بانی که ما حقیقی پلان داشتیم. ما میخواییم اینی را برای 1401، سال 1401 ما این را پیدا کنیم. اگر کارمند ما در اینجا 8 نفر بود، دو نفر ما دیگه هم اضافه میشه. وقتی که دو نفر اضافه میشوند، اول ابی دو لک تقسیم 12 ماه میسازیم. بعد از 12 ماه که ساختیم، اینی 12 ماه ما هر ماه ما که هستن، 12 ماه ما که معلوم شدن، بعد از اون ماه های ما تقسیم 8 میسازیم. برای هر کارمند ما ماهانه ماش قابل تادیه پیدا میشن. وقتی که دو نفر شدن، ما پیدا کردیم به اساس فیصدی که در 8 نفر دو لک افغانی میشه، در 10 نفر چند افغانی میشه. بس پیدا کردیم که چند 3 لک افغانی. 3 لک افغانی شدم و پلان که داشتیم، تقاضا که داشتیم برای 1402 3 لک شدم. همین کرسر سم کار نمیکنم، اصلا عزیز ما را ببخشین، خو خیر هستم. و برای 1403 و 1404 که هستن، اگر 12 نفر برسه 4 لک میشه، اگر به 12 نفر 4 لک، اگر به 14 نفر برسه باز چند میشه؟ 5 لک افغانی میشه. چون ما از نگاه فیصدی پیدا کردیم، در اینجا که هستن یک خانه‌پوری شکل عملی هستن که چه قسم یک فرما خانه‌پوری میشون در ادارات دولتی. میاییم اجناس و خدمات ما، در اجناس و خدمات ما که هستن دو لک افغانی، دو لک افغانی هستن، دو لک و 50,000 افغانی هستن، سه لک افغانی هستن، چهار لک، پنج لک و 50,000 افغانی. ما تخمین داریم سبسیدی های ما 20,000، 30,000، 50,000، 60,000، 75,000 و کسبی دارایی ها 60,000، 2 لک، 2 لک، 2 لک و 90,000، 3 لک افغانی. فرضاً ما اینی پروگرام ها، اینی فعالیت ها داریم که در این سال ها ما انجام دهیم. مسئولین عزیز، برای شما کارخانگی که هستن، شما اینی قسمت را که فعالیت های جدید هستند که مجموعه بودجه انکشافی و مجموعه بودجه عادیشان به اساس اینی باب های 21 22 23 الی 25 که هستند، اینی قسمت را که هستند شما مطابق که ما در ستون های بالا کار کردیم، مثل که از نگاه بودجه حاکیشان پلان شده، تقاضا و تخمین شده، شما میتونین هم به شکل یک اختیاری، یک فرضی را، همی اعداد و ارقام را شما چی کنین؟ تخمین نماییم، ولی تخمین نماییم و شما کار کنین. خب بعدا اینی کارها را که انجام دادین، فعالیت های جدید تو به اساس همون مجموعه پروگرام هایی که تو انجام میدی، مجموعه بودجه که تو تقاضا شده برای تمام پروگرام ها، هم فعالیت های جدیدی و هم همون فعالیت هایی که تو انجام میدی برای از اونا که هستم تو مجموعه هر ستون که هستم، مثلا حقیقیت مکمل این را جمع آوری میکنی در مجموعه بودجه این کش تقاضا شده برای تمام پروگرام ها، یک پلان شده تا در ستون پلان شده جمع آوری میکنی و تقاضای تا برای تقاضا شده ستون جمع آوری میکنی و تخمین شده تا در اون ستون تخمین شده و ستون 1404 تان در مجموعه بودجه تقاضا شده برای تمام پروگرام ها شما چی میکنین؟ اینی را جمع آوری میکنین و یک جمع آوری عمومی اعداد و ارقام به صورت درست و صحیح را جمع آوری میکنین. امیاییم باقی مانده ستونه های که هستن فرمه بیسه، تنها امو یک امو چوکات نبود که تمام پروگرام، مجموع تمام پروگرام ها، ولی باقی مانده ستونه ها هم دارم که در اینجا باقی مانده ستونه ها که هستن بعد از تمام مجموع تمام پروگرام های جمع شده که هستن، ستون دیگه که شروع می شوند، ما تعداد مامورین پیشنهاد شده داریم که مامورینی که ما چقدر مامورین پیشنهاد میکنیم. سالهای مالی ما مثلا 1400 هستن، 1401 هستن، 1402 هستن، 1403 هستن، 1404 هستن.
به شکل عادی ما مجموعشان آمدیم اینی امی کرسر محصلین عزیز ما را ببخشین مامورین دائمی هستند که در مامورین دائمی یعنی پی آر آر یعنی اصلاح سازی چقدر آوردی رتبه معاش هستند که 10 نفر می باشند 12 نفر 15 نفر 20 نفر 30 نفر که مجموع کارمندان تا 1404 که هستند 87 نفر می رسند یعنی در سال 1400 تو پلان داری که 10 نفر شوند 1401 12 نفر شوند 1402 15 نفر شوند 1403 20 نفر شوند و 1404 30 نفر شوند اینی که اینی را مجموع جمع آوری کنیم 87 نفر میرسم خب میاییم قراردادی قراردادی که هستن اچ نداری صفر صفر مثلا تمویل از طریق اینی تمویلت که صورت میگیرن قرارداد که هستن ببخشین قراردادهایی که تو داری تمویل از طریق ایا اینی قراردادها مثلا تو در این سالها هیچ قرارداد نداری از اینی بودجه که تمویل میشه وقتی که تمویل نشون خاص صفر صفر شون هیچ چیز به وجود نمیان تمویل از طریق عادی تان مثلا از منابع داخلی هستن نشته کو از منابع داخلی 1400 از منابع داخلی هستن 1401 از منابع داخلی هستن 1402 تا 1404 بگو تمویل اینی معاشات از اینا که هستن برای مامورینی که شما پیشنهاد کردین نشته کو از منابع داخلی اگر از منابع داخلی تامیل نمیشه کدام دونر خارجی براتان تامیل میکنه این پروژه را باز امو دونر خارجی یا امو کشوری که هستن امو کشور را شما چی کنین انتخاب نمایین خب میایم دینی ده نفر که هستن دینی ده نفر مامورین دائمی دینی ده نفر 1400 که هستن دینی چقدر معلمین هستن و چقدر قوای مثلا ما دو نهاد را در نظر گرفتیم یکش نهاد وزارت معارف هستن و یک نهاد ما وزارت دفاع هستن فرضاً شکل یکی شکل خلاصه هستن فرضی هستن که شما یاد بگیرین مثلا در ده نفر ما چقدر معلم هستن و چقدر قوای مسلح هستن دینی 1400 مثلا ما 5 نفر معلمین را و 5 نفر قوای مسلح را که شما یاد بگیرین و در 12 نفرت باز معلمین 6 نفر هستن و قوای مسلح تان هم 6 نفر هستن و در 15 نفرت 1402 سال 1402 که میرسم در اینی که هستن 7 نفر ما معلمین هستن 8 نفر ما قوای مسلح میشه 7 و 8 میشه 15 نفر خب آمدیم در 20 در 20 که هستن 20 ما 10 نفر معلمین 10 نفر قوای مسلح در 30 نفر ما 10 نفر معلمین و 20 نفر ما که هستن قوای مسلح بس وقتی که 5 6 7 10 10 را جمع آوری کنیم میشه 38 نفر ما مجموع معلمین ما 38 نفر میشه و مجموع قوای مسلح ما که هستن که جمع کنیم 49 نفر میباشن پس وقتی که اینی بود اینی فرما را ترتیب نمودیم پیشنهاد میکنیم به خاطر تصویب که هستن منظوری وزارت مربوطه و ریاست بودجه وزارت مالیه خب این فرم که هستن ترتیب شده توسطی که هستن مثلا ما نام خود نوشته کردیم که مدیریت عمومی بودجه مربوط مثلا در اونجا کار میکنه استاد امیر محمد حقجو ریاست مالی رئیس مالی که هر کس که هستن اما نام شخص که منظور شده اونو نوشته میکنه عامل سکتور مربوطه در ریاست بودجه رئیس بودجه اینی امضا میکند وقتی که امضا شدن اینی فرم تصویب شده هستن مسئولین عزیز برای شما مهمترین کار که هستن در اینی فرم که هستن شما اینی بخشه شما اینی بخش را که هستن اینی بخش را شما باید زیاد کار کنین یعنی باب های 21 22 23 و 24